خواب درخت میبینه، بعد مثلا هم به گیر خوردن و خندیدن آدم ها براش جذابه و اینکه میخواد بره حالا اون رو تست کنه، یک دو میخواد ببینه اون بیرون چه خبره. داستان رباتیه که برخلاف تمام آدم ها که زندگیشون تو این فیلم رباتیک شده، دوست داره که زندگی انسانی داشته باشه. اینکه اون ماشین ها ممکنه احساس داشته باشن و آدمایی که بالاخره کنار هم دیگه زندگی میکنن این احساس رو تو روزمرهشون درک نکنن. حس این بود که من این ربات رو ربات ندیدم اصلا، من یه آدم دیدم، یه آدمی که توی زندگی ماشینی گیر کرده، توی دوری افتاده، روتین هر روز یه کارهای خاصی انجام بده، بعد حالا یه اتفاق خیلی کوچیک مثل یه همبرگر خوردن مثلا یه جرقه تو ذهنش میزنه که من میتونم تغییر بکنم. این ربات از خیلی از آدم ها بیشتر به فکر آدم دیگه است. تغییر خیلی سخته، چون این زندگی روتینی که الان همه این آدم ها و قولم همه این ربات ها دارن انجام میدن، بیرون اومدن ازش خیلی سخته، توی شکل دیگه قرار گرفتن. یعنی شما صبح میرید سر کار، شب دوباره خسته و میگید خونه، دوباره صبح میرید سر کار که حالا حقوق بگیرید، یه روزهایی هم این وسط یه اتفاقاتی میفته، اما این سیکل هست. به خودتون میایید میبینید که سالها رو پشت سر هم رد کردید و حالا هیچ اتفاق عجیبی هم نیفتاده، یک استعاره و یک مثالی بزنم از یک انسان امروزی که داره روزهاشو به سختی میگذرونه و یه سوال ایجاد بشه که قراره تا کجا بره. به هر حال ته وجودتون راضی از این اتفاق میشه، راضی از این نیستش که شما به دنیای اطرافتون، به اون جهانی که دور براتون هست هیچ تأثیری ندارید، به ضمن خودتون. شاید در یک اتفاق، در یک نگاه کلیتا شما تأثیری داشته باشین و حال دارید یک سیری رو پیش میبرید، اما من نباشم یه نفر دیگه جای من میشینه و این کار رو انجام میده، این سیکل معیوب نمیشین، یعنی این جریان از کار نمیفته. ببین این پایین پاتو بگیر، یهو میکشی بالا، یه ذره باهاش بلند میشه. دو یک حرکت، بیا بالا. مرسی، همین رو ادامه بده. برو سر رو بالا، سر رو بالا، سر رو بالا. بهروز اینو میخواست، نظر منم همه بود که یه جوری نشون بدیم که این اسمبل شده، این کاراکتر کارخونه ای نیست. آره، یعنی مثلا خیلی فکر نشده که اینو چه جوری اسمبل کنن، فقط یه سری قطعات بوده که اینا با هم دیگه تلفیق شده این کاراکتر رو به وجود آورده. وقتی هم خب خیلی اصرار روی این بود که حتما قرینه سازی تو این کاراکتر از بین بره. جالبش این بودش که اصلا به روز افتاد یه سری رفرنس گرفته بود، مثلا یه داره بی ام وی بودش که بی ام وی قدیمی ها که اصلا یه نفر کاملا این ماشین رو خور کرده بود، تمام قطعاتش رو جدا کرده بود و بعد ما دقیقا نشسته بودیم توی این تمام قطعات خورده های ماشین داشتیم دنباله سری قطعا میگشتیم که ست بشه با کانسپت یاسر و یه حالا یه خور اصلا دیتیل تر و جزئیاتش بیشتر. اولش آروم بیاد، بعد اون دیدی همین چیز نگاه ما قشنگ داره که داری به کجا نگاه کنی اونجا رو دیدم. چند ماهی قبل از اینکه بهروز اصلا بخواد این کس رو جمع بکنم، بچه ها رو دور هم جمع بکنم، من از اینکه یه هفته ده روزی چون من یه لباس خیلی نامتعارفی میپوشیدم برای یه رباته، یه چند وقتی با هم تمرین میکردیم و بهروز یه شیش هفت اون جلوترش به من عکس اون رباتر رو، یه چیز کلی از این رباتر رو داده بود، عکسش رو به من فیلم داده بود راجع به که رباتا چجوری بتونن بودیات یه انسان یه رو داشته باشن. من وقتی بهروز رو دیدم بعدش که در واقع بعد از اینکه اومدیم تست گرفتیم و اینا، یه بحثی شد که یادم نمیره هیچ وقت.
به روز گفت یه انرژی منفی من میخواستم همیشه برای این تعمیر کار که من تار تو رو دیدم اون انرژی منفی را دارم. مرسی. یه چیزی یاد رفت نگاه به کرکت. و من احساس میکنم که اونجا دقیقا اتفاق برعکسیه که توی فیلم داره میفته. یه آدمی که داره خودش رو نگاه میکنه و چیزی نمیبینه غیر از اون چیزی که هست و یه رباتی که حالا از اینجا فرار میکنه و میخواد آدم بشه. همون اولش که حجم کاره بیارو رو دیدم چون جلوه ویژه زیاد درست کار کردم و تجربه سریال زیاد داشت، واقعا انگیزه داشتم که ویژه پول برسیم. همون وقتی داشتم کار میکردم من مثلا توی مکس تا حالا کاراکتر ریگ نکرده بودم، ولی واسه کار بهروز رفتم کلن اون سیستمش رو کامل درآوردم و واسه کار بهروز فقط این کار رو گرفتم. امیدوارم جواب، چون بهروز گفت انیماتورهای من خودم رندرینا فقط توی نرمسار مکس در واقع چیزم ما همه مایه بودیم. بعد دیگه من شما کلن خودم یه سویش کنم رو مکس و روشه یه فوکوس شد 10 روز کامل که کار بهش برسونم. من فکر میکنم به خاطر سختگیری هایی به روز بود، یعنی خودش میگفتش میتونست سر صحنه اصلا من نباشم، یا اون آدمی که لباس من که لباس کروماکی پوشیده بودم میتونستم نباشم، ولی خب به روز خیلی به جزئیات دقت میکنه و اینکه نخصوصا برای بازی مهدی و اینکه همه عوامل اونجا بعد یه چیزی که وجود نداشت رو باورش میکرد. فکر میکنم چون به روز خیلی وسواس داره سر این تمیز بودن کاره، تمیز بودن حسا و اینکه خود منم بعدا بتونم این ربات رو توی یعنی به منم به روز گفت 10% 20% کار سر صحنه است، اصل کار توی استودیو موشن کپچر. و فکر میکنم یه جوری اگه سر صحنه من نبودم توی موشن کپچر خیلی نمیتونستم موفق باشم برای ربات. دو بار انگار این فیلم رو ساختیم در سر صحنه، یک بار دیگه ما این داخل استودیو موشن کپچر اون فیلمی که گرفتیم و اون تدوین رافکاتی که داشتیم رو پلی میکردیم، بر اساس اون دوباره بازی ها رو از نیما میگرفتیم در اون لباس مخصوصی که داشت در موشن کپچر و خب به هر حال اونها نیما سوار کاراکتر رباتمون میشد. در بعد ما موشن کپچر رو برای حرکت های اصلی و کلی نیاز داشتیم و اصلا استفاده کردیم، مثل راه رفتن، مثل قدم زدن، حرکت سرش، حرکت کلی دست ها، کمر و همه اتفاقات به شکل کلی. و این ربات هم سر تا سر دیتیل بود، همون وقتی که من توی مدلینگ و توی اون اتفاقات حساس بودیم روی ساخت جزئیات ریز، مثلا ما شاید ده ها چرخدنده ریز داخل بازوهاش کار کردیم، کمک فنرهای عجیب و غریب توی جاهای مختلف، پیچ های بسیار ریز رو توی جاهای مختلف کردیم که شاید شما حتما باید زوم خیلی زیاد بکنید تا اونها رو ببینید، اما این دیتیل هاست که توی نمای کلی در ناخودآگاه بیننده واقعا این تاثیر رو میذاره که این ربات درستیه، این ربات همه چیش خوبه، این واقعیه. و از طرفی انیمیشنش، خب وقتی شما این سری اجزا رو میذارید که اجزا به شکل غریزی شما انتظار حرکت از اون شی رو دارید، مطمئنم باید خب حرکتی درست و منطقی هم داشته باشه، مثل انگشت هایی که داشت، مثل خود چشم ها، علامت های آب و روغنی که بود، اگر خب خم باشد مثلا این شکلی میشه در حالت کلی، احساس خوبی داره، اگر بیان پایین غمگینه، اگر برن بالا شاد، اگر این شکلیش هم متعجب. یه قوانین رو بس خودمون طراحی کردیم و نوشتیم و بعد بر اساس اونها پلان به پلان اینها رو چیدیم. ما چاراده بچا چاراده اوچه اوچه نگه اوچه رو بده آه عصبانیت رو بده یه ذره هم چیزش کن، حالاش یک کم کم کن، حالاش آکسانت رو هرچی باشه. اوچه رو بی پدر. در بود خود قطعاتی که باید صدا میدادن واقعا شاید یه بازه 3-4 ماهی گذشت، شاید هم بیشتر، که فقط یک جورهای آزمون خطا کنیم، فقط یک جورهای بفهمیم چی اون صدا رو تولید میکنه، با چه چیزی ما به اون صدا میرسیم. هم علاقه شخصی من بوده که موزیک مینیمال رو دوست دارم، همین که قرار بوده کلن تم اصلی این کار مینیمال باشه. این عالی میگم، عالیه دیگه، حرفی نزدم. آها
این زوده. آره راست میگی. هنوز ما نفهمیدیم ریده شده بهش که. این زوده. همینی. اینجا. آره از حرکت میتونه شروع شه. اینجا. اینجا بهتره پی او ویش. اصلا یه حتی کلا یک کاتم عوض میشه. ما اینجا میتونیم اصلا به جایی که آیدین موزیک بنویسه بیایم تو آمبیانس رستوران. این دوباره اومد بیرون از اونها. اومد. آره. اومده بیرون. یعنی تو اون پلانی که از پلان سایدش. الان نگاه کن. خیلی ما جا داریم. خیلی جا داریم که از این فرمت کارها بسازیم. نسخه های بلندی از این مدل کارها بسازیم. حالا نه منظورم این داستان. نسخه های بلندی از این فضا کارها وقتی توانایی یک اثر وجود داره وقتی توانایی یک اتفاق وجود داره این مدل کارهای فنی مدل کارهای تخصصی واقعا جهانی رو باز میکنن که یه سری اتفاقات دیگه پشتش میفته در صورتی که حمایت بشه در صورتی که پشت هم ساخته بشن در صورتی که تجربه ادامه داشته باشن یک جا متوقف نشه من فکر میکنم جا داره که اتفاقات بهتر و بهتر بشن تجربه ها بیشتر بشن امیدوارم که به اون مسیر بشن.